امشب در 24 اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از خرابکاری یک گروه سلفی در انفجارهای خطوط انتقال گاز، قطع و اختلال شدید در گازرسانی در 4 استان بعد از انفجارها. مقامات ایران میگن حملات تلفات جانی بر جا نذاشته. هشدار رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان درباره یک تهدید جدی علیه امنیت ملی آمریکا. مایک ترنر از رئیس جمهوری بایدن خواسته اطلاعات درباره این تهدید رو از حالت محرمانه خارج کنه. سفر رئیس جمهوری ترکیه به مصر بعد از یک دهه. اردوغان با دستور کار جنگ غزه به بازدید گذرگاه مرزی رفح میره. و تبدیل شدن چین به قطب اصلی کشتی سازی جهان. وال استریت ژورنال میگه آمریکا در این صنعت یک بازنده تمام عیاره. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. بنا به اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، انفجارهای خطوط انتقال گاز در استانهای چهارمحال و بختیاری و فارس از سوی گروههای سلفی مخالف طالبان و جمهوری اسلامی مستقر در مرز ایران و افغانستان انجام شده. وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی هم این انفجارها رو خرابکارانه توصیف کرده. امروز صبح بعد از چند انفجار شبکه گاز در استانهای زنجان، خراسان شمالی و آذربایجان غربی به شدت مختل شد. وزیر نفت ایران این اتفاق رو عملیاتی خرابکارانه و تروریستی خونده. و از همون ساعت اولیه همکارانمون در شرکت ملی گاز، الحمدلله ما از قبل هم آمادگی داشتیم رو همه تاسیسات نفتی و گازیمون، چون میدونستیم اینا بالاخره با اتفاقاتی که تو منطقه افتاده و این راهپیمایی عظیمی که مردم در ایام 22 بهمن رو دارن، اینا تلاش میکنن که مردم رو چالش درست کنن. ولی خب همون ساعت اولیه‌ای که بامداد که انفجار خطوط گاز شبکه سراسریمون اتفاق افتاد در چند نقطه، به حول قوه الهی با آمادگی که از قبل داشتیم سریعا آرایش شبکه رو تغییر دادیم. تیمای عملیاتی ما سریع در منطقه حضور پیدا کردن تو همون ساعت اولیه و خوشبختانه خسارات جانی نداشته. همکار مردوان روز به اینجا در استودیو با ماست. چه بیشتر میدونیم در مورد این حادثه؟ چند مسئله رو در نظر بگیریم. وزیر نفت داره اشاره میکنه به این که اونها از قبل میدونستن. این جمله رو اگر به خاطر داشته باشید، درست در سر انفجار کرمان هم شنیدیم که ما از قبل میدونستیم. خیلی مبهمه، خیلی روشن نیستش که اگر میدونستید چطوری جلوش نتونستید بگیرید و اگر نمیدونید چرا ادعا میکنید که میدونید. یک بحث از یه طرف است. بحث دوم اینه که بحث پیامک هایی که ارسال شده در وهله اول، پیامک خیلی سریع ارسال شده که مواد غذایی سوخت و خوراک رو تهیه بکنید، به دلیل اینکه این قطعی میتونه طولانی باشه، و پیامک بعدی که دقیقاً با همون شماره قبلی بوده آمده که همه چیز تحت کنترل و نگران نباشید. من فکر میکنم اگر فرض کنیم در این بخش کار چیزی وجود نداشته باشه، یعنی هک یا چیزی وجود نداشته باشه که نیست قاعدتاً، نکته یه خورده باید به این نگاه بکنیم که چند درست ساعتی، شاید بگیم که درست قبل از این، مجلس شورای اسلامی هم هک شده، اطلاعاتی که ازش آمده بیرون، و پیش از اونم اگر نگاه بکنیم در انفجار کرمان، در مسئله هک کردن در پایگاه موشکی و همچنین تجربه‌های متفاوت، نشون میده که آنچه که جمهوری اسلامی ادعا میکنه داله بر امنیتی که مدعی استش میتونه کنترل کنه، به زعم من به نظر میرسه که ما اگر اینا رو بذاریم کنار، فقط جمهوری اسلامی اقتدارش در قبال مردمش تا حالا نشون داده. به دلیل اینکه علی خامنه‌ای پیش از این اشاره کرده بود که زیرساخت‌های اسرائیل تحت تاثیر قرار خواهند گرفت، اما به نظر میرسه که حالا زیرساخت‌های جمهوری اسلامی داره اتفاق درش میفته. گروه سلفی که ما داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم، البته جزئیات بیشتری نداریم، ولی ما می‌تونیم اینجوری فکر بکنیم که به هر حال بعد از اینکه بحران‌های موجود در خاورمیانه افزایش پیدا کرده و از طرفی هم نوک حمله پیکان، در واقع نوک انگشت ها به سمت جمهوری اسلامی هستش، جمهوری اسلامی داره در عمل ثابت می‌کنه که چندان هم که به نظر میرسه برخلاف اون ادعایی که داره می‌کنه، توانایی کافی رو برای حفظ زیر ساختاش و شرایط نداره. گویا که الان وزیر داره تاکید میکنه همه چیز تحت کنترله، اما مشخصا معلوم نیست با توجه به اینکه اتفاقات پیاپی مثل هک مجلس، مثل این، مثل اتفاقات شبیه این حتی در کرمان، آیا به این معنا توانایی حفظ همه چیز رو داره یا خیر. ممنونم از تو همکارم اردوان روز به اینجا در استودیو با ما.
در ارتباط با این انفجارهای خرابکارانه، روایت یکی از حاضران در جلسه مدیریت بحران استان چهارمحال و بختیاری درباره انفجارهای خطوط انتقال گاز رو بشنویم که بازخوانی شده. در این جلسه گفته شده 4 نقطه از خطوط اصلی در چهارمحال و بختیاری، فارس، سمنان و اصفهان مورد حمله پهپادی قرار گرفته. با سلام به من گفتن امروز جلسه ستاد بحران برگزار شده و در ویدیو کنفرانس گفتن 4 نقطه از خطوط اصلی انتقال گاز در چهارمحال بختیاری، استان فارس، سمنان و اصفهان مورد حمله پهپادی قرار گرفته و اعلام آماده باش کردند و در استانها افت فشار گاز رو داریم. مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن با ما. آقای مهدوی‌آزاد، به نظر میاد که اتفاقات این چنینی داره بیشتر و بیشتر هم میشه. به نظرتون اینها میتونه با هم مرتبط باشه یا اتفاق خاصی داره میفته در ایران یا نه؟ سلام شب به شما، وقت شما بخیر. ببینید، در ساختاری مثل جمهوری اسلامی نم در منطقه مثل خاورمیانه با این شکل راست رو بخواید همه قطعات پازل رو نمیشه به هم چسبوند. ما مسائل قومی رو داریم، نارضایتی عمومی رو داریم، مسئله گروهای تروریستی مثل داعش رو داریم، در این حال دخالت جمهوری اسلامی در همه کشورها، احتمال واکنش اسرائیل داریم، آمریکا، هزار حالت هست، چیزی که شبیه پاکستان دیدید و غیره. الان توی این ماجرا شما چند تا حالت میتونید فرض بکنید قبل از اینکه اطلاعات محرمانه شما برسید. حالت اول، آنچه گفتم، ایالات متحده آمریکا ممکن است باشه. چرا؟ چون بعد از در واقع حمله کتاب حزب الله و گروه های جمهوری اسلامی و کشتن سربازان آمریکایی، رسما اعلام شد که آقای بایدن دستور سلسله عملیاتی رو داده، گفتن در ایران هم انجام خواهد شد. و رسانه های بزرگ و معتبر، البته به صورت غیر رسمی، گفتن که یکی از این دستورات احتمالاً شامل حملات سایبری خواهد بود. بنابراین میتونه یه شکلش باشه. در نامه‌ای که شما اشاره کردید، علی اکبر احمدیان 6 آذر 1402 به صورت فوق محرمانه به علی خامنه ای و مثلا قوا نوشته، این بحث سایبری، تهدیدات سایبری رو مطرح کرده در حوزه گاز و انرژی. حالت دوم این هستش که اسرائیل بوده باشه. ببین، علی خامنه ای کوسیای یمن رو فرستاده و مدام 4-5 بار گفته در ماهای اخیر که جریان شریان حیاتی اقتصاد اسرائیل رو باید قطع کنید. خب این دقیقاً شریان حیاتی اقتصاد ایران هست و خب میتونه باشه. ظاهرش هم یه جوری میتونه تایید کنه، به این خاطر که هیچ کس کشته نشده. شما در عملیات میبینید به نحو وسواسگونه طوری انجام شده که کسی کشته نشده. حالت سوم این هستش که اصلا عمل خرابکاری نبوده باشه. خود این لوله ها فرسودن، ما میدونیم چاهای ایران فرسوده، همه چی میدونیم فرسوده است، چینیه، منفجر شده باشه و بعدم مثل هزار بار که دیدیم در جمهوری اسلامی دروغ انداختن گردن این سازمان، انداختن گردن اون کشور برای تبرئه خودشون، برای اینکه چرا گاز قطع شده، خواسته باشن این دروغ رو بگن. حالت چهارم این هستش که گروه های مخالف انجام داده باشن، از جمله اطلاعات که شما به دست آوردید به عنوان یک رسانه معتبر، و اونم این هستش که یک گروه در واقع مخالف طالبان و ایران هست. گروه های مخالف جمهوری اسلامی مثل داعش هرگز نمیتونه باشه. داعش اصلا سیاستش کشتن شهروندان هست. مخالفین جمهوری اسلامی هم در یک دهه چنین عملیاتی انجام نداده بشه. یادتون نره استان چهارمحال و فارس بینش یک استان فاصله است. یعنی یا اگر از مستقیم بخوام برن کوهگیلا بوی رحمت اونجا هست، اگر از ما بخوام برن استان اصفهان اون وسط هست. اساسا اجرای چنین عملیاتی، اینی که در دو نقطه ناگهان مثلا بخوام بمب بذارن، شناسایی کنن لوله‌های گاز رو، شریان اصلی گاز شناسایی کنن، بعد بمب بیارن ایران شناسایی کنن، می‌بینید اجرای این کار یه نفر دو نفر نیست که بمب بذارن تو کوله پشتیشون و بعد همزمان در یک شب، در یک ساعت، در دو استان مختلف اجرا. بسیار اون کشور امنیتی مثل ایران، یه کشوری که شما تو خیابون دارید راه میرید با ماشین، یهو ممکنه پلیس بگه ماشین رو بزن کنار و صندوق عقب ببینم. تو این ساختار خیلی سخته. برای من یه گروه در واقع گروهی که مخالف داعش و جمهوری اسلامی است، مخالف طالبان جمهوری اسلامی است، با سوالی هست که این توانایی از کجا آورده، اصلا کجا شناسایی کرده و چجوری اینا رو آورده. یه جورایی این داستان عجیبه. به نظر میاد که این در واقع یک پیام سیاسی است. حتی شاید این نشر اطلاعات هم به رسانه ها و حال یک پیام سیاسی است. شما به عنوان یک رسانه که دستگاه اطلاعاتی که آدم نداره، نشر اطلاعات میدن، یه جورایی درست شده در واقع نه به طالبان بر بخوره، نه به ایران بر بخوره، در این حال نه کسی مسئولیت بپذیره، در این حال به رخ بکشه. مجموعاً اون چیزی که من فکر میکنم، اگر یک گروهی باشه در مرز، گروه سلفی باشه که مخالف باشه، اون موقع باید بیان فکر کنیم که خب
چه کسی یا کدوم کشور یا کجای این کمک رو کرده و تعمدن هم به کجای کمک کرده که شهروند بیگناه کشته نشه و با وسواس اجرا کرده. و اگر یک کشور بوده باشه مقابل ببینیم که کدوم کشور بوده و در واکنش به کدوم عملیات تروریستی جمهوری اسلامی ایران چه کاری رو کرده. چون دارید به کشورهای مختلف اشاره میکنید، از یه طرف هم خب جمهوری اسلامی دشمن کم نداره، از ایالات متحده آمریکا بگیرید تا کشورهای حاشیه خلیج فارس تا اسرائیل تا حتی بعضی از کشورهایی که شاید در ظاهر خیلی روابط خصمانه با ایران نداشته باشند، چقدر سخت میتونه باشه برای ایران حفظ امنیت در نقاط مختلف با توجه به اینکه تعداد دشمنایی که برای خودش تراشیده در این چند دهه بسیار زیاده؟ بله، کشور حاشیه خلیج فارس چون اسم کشورها رو آوردیم نمیتونن باشن، به این خاطر که اساسا این کشورها الان دنبال توسعه هستن، دولت‌هاشون همشون دولت‌های توسعه‌گرا هستن، خیلی عاقل هستن. ما دیدیم مثلا جمهوری اسلامی ایران گروه نیابتیش به تاسیسات نفتی آرامکوی عربستان سعودی حمله کردن، آرامکوی که یک زمان ناموس جهان غرب بود. ببین خب این کشورها همشون دستگاه اطلاعاتی دارن، کشورها هواپیما دارن، تجهیزات دارن، از ایران هم بعضی تجهیزاتشون بیشتره، این کارو نمیتونن بکنن. جمهوری اسلامی ادعا میکنه، مثلا میگه فلان گروه مخالف بلوچ، مثلا میگه ما دست اسرائیل و آمریکا پشتش هستن، نیستن. اگر بودن عبدالمالک ریگی رو انقدر راحت نمیتونستن بگیرن. اگر شما نگاه که میکنید کاملا متوجه میشید اون گروه یک گروه یاغی هست. در ایران شما مسئله ای که دارید، بله ایران بزرگ، 3 برابر عراق، 5-6 برابر آلمان هست که من توش زندگی، کشور بزرگی است، منتها با مشکل اساسی بزرگتر این هستش که به قول شما یک کشوری که با همه دنیا داره پرخاش میکنه دیگه، الان پاکستان رو شما باید بذارید اونور، از پاکستان شما بگیرید به ایالات متحده، با همه دنیا میخواد بزنید. یک و دوم، مردم فرایند تامین امنیت رو به نفع خود در واقع مال خودشون نمیدونن، یعنی در واقع امنیت از نگاه حکومت یعنی سرکوب مردم. در دنیا مردم کمک میکنن به تامین امنیت به حکومتاشون، در ایران اگر کسی خلافکار ببینه پلیس نمیگه، چون پلیس رو خودی نمیدونه، عمدتاً نمیگه. بنابراین شما با یک ساختار امنیتی مواجه هستید که از یک طرف دیگه، حتی اول انقلاب کمک میکردن دیگه، ساختار کامل مردمی نیست، امنیتیش سخت افزاره و با یه طیف بزرگی مواجه، ولی تمام این پروژه هم سعی کرده پروپاگاندا کنه آخرش برسونه به آمریکا و اسرائیل. ولی من فکر میکنم منطقه این تعداد میتونه بیشتر باشه. اگر هم به آمار نگاه بکنید میبینید تهدیدات امنیتی که در ایران بوده مجموعا حساب بکنید، از حملات سایبری تا عملیات گروه مثل داعش، از خیلی از کشورهای منطقه بیشتر هست و در واقع اون افسانه جزیره سواد دیگه الان میتونه بگه جوک مسخره بیشتر نیست. ممنونم از شما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن آلمان. رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه میگه این کمیته اطلاعاتی درباره یک تهدید جدی امنیت ملی رو در اختیار اعضای کنگره قرار داده. مایک ترنر گفته از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میخواد تمام اطلاعات مربوط به این تهدید رو از حالت محرمانه خارج کنه تا کنگره، دولت و متحدان آمریکا به گفته او بتونن درباره اقدامات لازم برای پاسخ به این تهدید بحث کنن. ساعتی بعد از این بیانیه آقای ترنر، جک سالیوان مشاور امنیت ملی جو بایدن گفت قرار فردا با اعضای کمیته اطلاعاتی دیدار کنه. این هفته با رهبران کنگره و اعضای کمیته تماس گرفتم تا برای جلسه توجیهی خصوصی قرار بگذاریم. در واقع این جلسه را برای فردا برنامه‌ریزی کردیم. امروز تعجب کردم وقتی دیدم که آقای ترنر پیش از جلسه فردا که قرار است من در کنار متخصصان اطلاعاتی و دفاعی با او بنشینیم و صحبت کنیم، آمده و بیانیه صادر کرده است. این تصمیم او بود. تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که من روی دیدار با او و دیگر اعضای مجلس برای فردا متمرکزم. در این لحظه و از این جایگاه بیشتر از این نمیتوانم اظهار نظر کنم. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، با مساق سمی اطلاعات زیادی دارن نمیدن ولی به نظر میاد که موضوع جدیه. با درود به شما و مردم عزیز ایران. بله، ببینید مسئله‌ای که اتفاق افتاده، آقای ترنر در رأس یک هیئت 4 نفره از نمایندگان مجلس روز جمعه گذشته در اوکراین بوده و اونجا با آقای زلنسکی دیداری داشته و در اونجا هم در کنفرانس مطبوعاتی که شرکت کردند گفتند که ما باید هرچه سریع‌تر کمک‌های ایالات متحده به اوکراین رو برسونیم. منظور همون 60 میلیارد دلاری هست که بودجه تخصیص داده شده و مجلس سنا هم چند روز پیش بهش رأی داده. به نظر من این یک مقداری یک حالت فشاری داره که برخی از جمهوری خواهانی که میانه رو هستن، که آقای ترنر رو جزو اون دسته حساب میکنن، میخوان روی
سخنگوی مجلس بگذارن آقای جانسون، چون آقای جانسون اعلام کرده که ما در مورد این خبر داریم، هیچ مسئله عمده ای نیست، فردا در موردش بیشتر صحبت میکنیم و شما هیچ مردم نگران نباشن. به نظر من این نشانگر این هست که آقای جانسون فهمیده که چه اتفاقی داره میفته و میخواد یک راهکاری پیدا بکنه برای اینکه، چون جمهوری خواهان دو آتیشه تو افراطی نمیخوان که این مسئله به رأی گذاشته بشه، برای اینکه میدونن که یک برد برای دولت حساب میشه و خب در راستای انتخابات هستیم. چقدر گمان میکنید که ممکنه مربوط به روسیه باشه؟ به نظر من بسیار بسیار مربوط به روسیه هست، یعنی میخواد نشون بده که اگر ایالات متحده از اوکراین حمایت نکنه، روسیه توانمندی هایی رو داره پیش میبره که میتونه در جنگ بر علیه اوکراین استفاده بکنه و نه فقط در جنگ بر علیه اوکراین استفاده بکنه، بلکه در مقابل سایر کشورها، حتی کشورهای عضو سازمان ناتو. چرا؟ چون بر این باور هستند که بعد از گفتمان اخیر آقای ترامپ نسبت به از بین بردن سازمان ناتو، یا اینه که به روسیه اجازه داده بشه که اگر کشوری هزینه بودجه خودش رو نپرداخته به روسیه حق داشته باشه به اونا حمله بکنه، یه مقداری میخوان تحت فشار بگذارن. و ما دیدیم که در چند روز گذشته هم حتی دبیر کل ناتو هم آمده و بودجه ناتو رو به مطبوعات نشون داده، برای اینکه میخوان یه مقداری بیشتر روسیه رو از یک طرف تحت فشار بگذارن و از یک طرف دیگر هم گفتمان تندروی نسبت به ناتو رو کندش بکنن. ممنونم از شما، شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. مایکروسافت و شرکت اوپن ای آی میگن هکرهای دولتی روسیه، چین و ایران به استفاده از هوش مصنوعی برای عملیات‌های سایبریشون رو آوردن. در مواردی همین هکرها از هوش مصنوعی برای تقویت مهارتشون استفاده کردن. بنابراین گزارش، سپاه پاسداران از مدل‌های زبان بزرگ برای مهندسی اجتماعی، رفع اشکالات نرم‌افزاری و یافتن راه‌هایی کمک گرفتن که هکرها میتونن ازش برای دور زدن سیستم‌های تشخیص نفوذ در شبکه‌های آلوده استفاده کنن. هکرهای وابسته به سپاه همینطور از هوش مصنوعی برای تولید ایمیل‌های فیشینگ، از جمله در یک مورد به نام یک آژانس توسعه بین‌المللی و در یک مورد دیگه هم برای فریب دادن فعالان سرشناس حقوق زنان و کشوندن اونها به یک وبسایت جعلی در این زمینه استفاده کردند. سهر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات هوش مصنوعی از استکهلم، با ماست. خانم تحویلی، های کم و کیف استفاده اونها رو میدونیم؟ آیا به این سادگی بوده که مثلا رفتن در چت جی پی تی اوپن آی ازش خواستن که یک ایمیلی شبیه به یک ایمیل رسمی از یک نهاد بین‌المللی به مثلا فلان فعال حقوق بشر یا حقوق زنان بنویس، یا عملیات پیچیده تری بوده؟ یکم از این پیچیده تره. ببینین، وقتی که شما از تکنولوژی هوش مصنوعی میخواین استفاده کنین، بلخص وقتی لارج لنگویج مدلینگ ها هستن، ما چند پارامتر و چند زیرساخت لازم داریم. خب یک قسمتش زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری هست که به نظر میاد حالا از اون از اوپن ای آی استفاده کردن، اما بیشتر از همه چیزی که مهم هست داشتن یک دیتابیس، یعنی از افراد هست که ما ویژگی های شخصی افراد، علایق افراد، مثلا حالا چت هایی که در فضای مجازی دارن، کامنت هایی در جاهای مختلف می نویسن و لینک کردن افراد به هم دیگه. اگر ما همچین دیتابیسی داشته باشیم، اون وقت کمک گرفتن از حالا مدل های مختلف هوش مصنوعی میتونه کمک بکنه که یک سناریو امنیتی مثلا نوشته بشه برای اینکه افراد رو به دام های سایبری بکشونن، چیزی که ما بهش میکرو تارگتینگ میگیم. برای همین هستش که در زمینه هوش مصنوعی، یعنی وقتی که از هوش مصنوعی استفاده میشه برای اینجور اهداف، در واقع خیلی دقیق تر به هدف میزنه، به خاطر اینکه اون سناریو کاملا شخصی سازی شده برای اون شخص. ممکن هستش یک ایمیل که فرستاده میشه به صدها نفر بدون استفاده از هوش مصنوعی فرستاده بشه، یک نفر هم اون ایمیل رو باز نکنه یا جواب نده، ولی وقتی که از مدل های هوش مصنوعی استفاده میشه، بابت اینکه اون ایمیل شخصی سازی شده برای شما، احتمال اینکه شما اون رو باز بکنید، سیستمتون آلوده بشه یا در اون دام امنیتی سایبری بیفتید، خب خیلی زیاد هست. چقدر این نگرانی‌ها قابل رسیدگی هست با توجه به اینکه نسبتاً دسترسی به این فناوری آسان هست و در این حال میزان خرابکاری که میشه باهاش انجام داد بسیار زیاد؟
خب اصل گزارش مایکروسافت در مورد این هستش که چطوری مایکروسافت و اوپن ای آی در قالب یک برنامه مشترک قرار هست پیش بینی بکنن و جلوی این حملات رو بگیرن. در واقع اصل گزارش روی این داره اشاره میکنه که به هر حال مایکروسافت قرار هستش که به محض اینکه وقتی به API مختلفی از مثلا از اوپن ای آی رو استفاده میکنه، به محض اینکه یک حرکت مشکوکی ببینه، حالا مخصوصا در این 5 کشوری که در گزارش ازش نام برده شده، خدمات خودش رو قطع بکنه. ببینید فراموش نکنید وقتی که مایکروسافت میگه ما قرار هست مثلا خدمات خودمون رو قطع یا محدود بکنیم، این هستش که در واقع حتی یک سیستم عامل هم شما نمیتونید در بیشتر موارد استفاده بکنید، حالا چه برسه به اینکه بیاین مثلا یک پلتفرم هوش مصنوعی رو روش ران بکنین یا از خدمات دیگه استفاده بکنین. در واقع اینها در اون سطح قرار هستش که بیان و محدودیت های جدیدی رو برای کشور این 5-4 کشوری که نام برده شده اجرا بکنن. ممنونم از شما سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از استکهلم سوئد با ما. دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از گذشت 13 سال بازداشت خانگی پدر و مادرش در صفحه اینستاگرامش نوشته امروز 25 بهمن شروع 14 سال حصر غیرقانونی اونهاست. زهرا موسوی در اینستاگرامش نوشته ساختمان خانه پدری والدینش به شدت آسیب دیده، اما برای تعمیرش نهادهای امنیتی مجوزی صادر نمی‌کنن. دختر رهنورد و موسوی اضافه کرده اگرچه زندگی والدینش با قطع اینترنت و ماهواره و پارازی در ظاهر و به اجبار با مردم قطع شده، اما صحبت‌ها، تصمیم‌ها و فکر اونها هر لحظه با مردمه. علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما. باوری سخته که وارد 14 سال شدیم، انگار همین دیروز بود اون تظاهرات گسترده بعد از انتخابات جنجالی سال 88. چقدر فکر میکنید که همچنان نگرانی ها در مورد وضعیت اونها یک اولویت هست برای جریان های سیاسی در ایران که یک اقدامی بکنن که به دولت، به حکومت فشار بیارن که آزادشون کنن؟ ببینید خب به هر حال این یک مسئله از زاویه انسانی باید باش برخورد کرد، حالا مسئله سیاسی نیست، نه اینکه حالا موقعیت جایگاه خاص آقای مهندس موسوی و خانم دکتر رهنورد، و اینکه حالا چقدر مبالغه سیاسی و اونها همدل باشیم نباشیم، مخالف باشیم محکوم کنیم، ولی اینطوری نیست واقعا روی کرده دیگه، به خصوص در فضای فعلی سیاسی ایران اینطوری نیست، یعنی واقعا همه چی خیلی طیفی و قبیله‌ایه به شکلی. دقیقاً بحث من همینه که ما در یک سری مسائل که این مسائل مربوط هستش به موازین انسانی، اونجا باید سیاست رو کنار بگذاریم و به خصوص اتفاقاً گرایش‌های سیاسی اونجا باورشون به حقوق بشر و دموکراسی معلوم میشه که برای مخالفینشون اون حساسیت نشون بدن، چون هر جریانی هر فردی با موافقینش که مشکل نداره، در مواجهه با مخالف هست که عیار آزادی خواهی، انسانیت گرایی، دفاع از حقوق بشر و غیره معلوم میشه. البته موضوعات زیادی هست، شاید الان اولویت اصلی واقعا این هستش که کسانی که در معرض خطر اعدام هستن، این ماشین اعدام و حکومت متوقف شه. به نظر من اولویت اصلی اون هست، و بعد چون به طب خب مثلا من نوعی خودم رو میگم، من ممکنه با کثیری از کسانی که حکم اعدام بهشون دادن من هیچ گونه قرابت سیاسی، فکری، فرهنگی ندارم، ولی از حق حیات اونها معتقدم باید دفاع کردم. و مهندس موسوی و خانم رهنورد هم دقیقاً همین مسئله هستش. خب 13 سال گذشته، حتی قوانین خودشون رو نقض کردن. این دومین حصر خانگی، حالا من پیش از انقلاب رو در این زمینه خاص بهش اشراف ندارم با قطعیت بگم، ولی بعد از انقلاب بهمن 57 این دومین هست، یعنی بعد از تجربه آیت الله سید حسن طباطبایی قومی که ایشون هم یک بار کیس و پدیده خاصی بودن، نزدیک به 24 سال در جمهوری اسلامی در حصر خانگی بودن، پیش از اون هم 15 سال رو در تبعید بودن در زمان حکومت پهلوی دوم. منتظری هم داشتیم طبیعتاً، آیت الله منتظری داشتیم، مثلا کاظم شریعت مداری رو داشتیم به هر حال، ولی مهندس موسوی و دکتر رهنورد بعد از سید حسن طباطبایی قومی این دومین هست، دومین بیشترین حصر خانگی هست. خب حصر خانگی شاید برخی فکر میکنن خب بهار کنار هم هستن، در خونه هستن، این شرایط خوبی رو داره، ولی به نظر من از شاید جهات زیادی از زندان عمومی بدتره، چون در زندان عمومی از بازداشتگاه امنیتی و حبس انفرادی خب شاید به تو نسبی بهتر باشه، شما ارتباط داری با دیگری، محدودیت های امنیتی نیست، هر روز نباید چهره هایی رو ببینی که به حال نمیخوای ببینی،
و مرتب در معرض اذیت و آزارهای شاید روانی اونها بدتر است. حالا البته در صحبت‌های دختر این به هر حال دخترشون اومده بود که خب این ساختمون داره فرسوده میشه، مشکل ایجاد میکنه، هر دو پدر و مادر اونها خودشون هم به لحاظ جسمی فرتوت شدن، به هر حال مشکلات زیادی دارند، اون کنترل و به اصطلاح رسیدگی به موقع انجام نمیشه، ریسک بالا، سن هر دو بر اساس سنایی هستش که به هر حال در وضعیت خطرناک قرار میده به دلیل عدم رسیدگی پزشکی به موقع. اما شاید مسئله مهمتر این هستش که به هر صورت این افراد هر آن ممکن برشون یه اتفاقاتی بیفته دیگه، خب این برای خانواده بسیار نگران کننده است. ولی در زندان عمومی شما خب مرتب ارتباط داری با دیگری، این محدودیت ها نیست و شاید از همه سخت‌تر، این نکته رو خواستم بگم، شاید اون محدودیت های فیزیکی هست، اذیت و آزاری که مثلا منجر بشه به مشکلات جسمی هست، ولی شما بدترین چیز اینه که کسی رو که اساسا نمیتونی تحملش بکنی و مرتب هم مطمئنم اون افراد میان به اصطلاح به اینها زخم زبون میزنن، حرفهای تحریک کننده میزنن، توهین میکنن با اعمالشون یا حتی با رفتارهایی که به اصطلاح نمادینشون. یه اصطلاحی رو در زندان عمومی هست میگن زندان در زندان، این خیلی بده. شما توی اتاقی هستید، یک فرد کافیه مثلا فرض کنید 10 نفر باشه، 15 نفر باشید، یک فرد نامناسبی اونجا باشه، اون حفظ به شما جهنم میشه، یعنی خود زندان و غیره میره کنار، شما در طول روز آرامش نداری که باید بیچاره با یک فردی که اساسا نمیتونی زیر یک سقف زندگی. بله قبول دارید حکومت هم خیلی هزینه زیادی برای این حفظ اینجا نپرداخته، حالا اون اوایلش حساسیت ها خیلی زیاد بود، ولی الان که نزدیک 13 سال گذشته دیگه وارد 14امین سال شدیم، خب خیلی از مردمی که اون موقع شاید پشت میر حسین موسوی بودن اصلا مخالف کامل نظام شدن، از اونها عبور کردن. از طرف دیگری هم خیلی در روز و هفته نمیشنویم که کسی حتی از بدنه مثلا اصلاح طلبان به حکومت فشار بیاره که بالاخره سرنوشت اینها بعد از 14 سال چه باید بشه. این از اصلاح طلبان هم میگن، شاید مثل برخی مدافعان حقوق بشر نه چندان، ولی شاید خطای بزرگی که اصلاح طلبان کردن که باز ما حرکت مشابهش رو باز میبینیم تحت عنوان روزنه گشایی، اون حرکتی بود که به دنبال بنفش رفتن با بستن پرونده جنبش سبز، اونجا به نظر من برد اصلی جمهوری اسلامی بود که باعث شد که این مسئله به هر حال اصلا کل اون جنبش سبز که رفت کنار، طبیعتاً از خانگی هم رفت. ولی خب از یک چشم انداز تاریخی بخوام نگاه بکنیم، خب به هر حال مهندس موسوی و دکتر رهنورد هم مثل خیلی های دیگه قبل از اونها و بعد از اونها، ما الان برای کسیری از این خانواده دادخواه فعلی هم، پدران و مادران، برادر خواهران، کسانی که جان باختن به ناحق در همین اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی هم می‌بینیم، خب طبیعتاً وقتی جامعه نمیتونه اون همراهی زیاد رو داشته باشه، خب اینا احساس میکنن که در حاشیه قرار گرفته، اون حمایت لازم انجام نشده. مثلا موقعی که مهندس موسوی فراخوان دادم رو با آقای کروبی، خب در سال 89 همزمان با بهار عربی، خب اون حمایت متناسب از سوی جامعه انجام نشد. ولی به نظر من این یعنی نشون داده مهندس موسوی و دکتر رهنورد که به این نکته توجهی ندارن و اونها بر تعهد خودشون با مردم به اون اهمیت میدن، ایستادن. این خیلی مهمه، یعنی ما چند وجه ما در این ایستادگی 13 ساله میبینیم. نخست اینکه مهندس موسوی از اون لحظه اول حاضر نشد بره در برابر خامنه ای به نوعی سازش بکنه، مصالحه انجام بده، کوتاه بیاد، بره دنبال راه حل‌های پشت پرده، اون مردم حامیش رو ندیده بگیره. این کارو نکرد، اومد رفت با همونا تو خیابون، گفت منم کنار شمام و ایستاد بر سر اینکه قواعد بازی در داخل همون نظام و قانون اساسی باید رعایت بشه و حاضر نشد این دست اندازی رو بپذیره. این به نظر من خیلی مهمه. ما کافیه مقایسه کنیم با برخورد خاتمی. اگر خاتمی در جایگاه ریاست جمهوری این گونه عمل میکرد، شاید سنوی کشور متفاوت میشد، ولی خب این نشد. در واقع به تمام مهندس موسوی مقطع ابزاری در دستش بود. البته شاید این نقدم باشه، شاید در اون مقطع هم اگر رهبری جدی‌تری رو انجام واقعا رهبری رو انجام نداد، انجام میداد، شاید باز وضعیت متفاوت میشد. منتها یه مزیت دیگه مهندس موسوی در طول این 13 سال انسجامی که در موضع گیری داشته و بعد هم به هیچ عنوان دنبال تعصب بر ایده های سیاسی خودش نبوده. به نظر من مهندس موسوی به لحاظ سوابق، به لحاظ نظام اعتقادی، از خیلی از این اصلاح طلبان به ایده های حالا اسلام گرایی یا بنیادگرایی اسلامی نزدیک تره،
اما وقتی که دید این کار نمیکنه، ذهن خودش رو باز کرد، گشوده کرد به روی تغییرات. قبل از اینکه اساسا حالا انتخابات جنجالی 88 بشه، متمایل شد به سمت تغییرات ساختار. این خیلی مهمه، چون ما نه فقط در حالا جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی، در بین اپوزیسیون هم داریم. یعنی بعد یک مقطعی یک نوع بتواره ذهنی میشه، باورهای سیاسی، نظام‌های اعتقادی، افراد نمیتونن از در اون بیان بیرون، دوگمه‌های تغییر ناپذیر برای خودشون درست میکنه. از این لحاظ هم به نظر من مهندس موسوی خیلی مهم بود که گام به گام با مردم حرکت کرد. البته حالت پوپولیستی نداره بگه هر آنچه مردم میگن منم قبول میکنم، میگه من نظرات خودم رو دارم ولی با این مردم حرکت میکنم. حتی صحبتی رو هم تلویحا مطرح کرده که مردم اشتباه هم بکنن من میگم ولی پای تصمیم مردم میستم. این خیلی چیز مهمیه. باز من یه ویژگی مهم به مهندس موسوی که شاید اینم واقعا کم باشه در تاریخ معاصر ما، هیچ وقت دچار غرور نشد. اون 3 میلیونی که در خیابون اومدن در همین نیویورک سابقه نداشته. بالای من نمیدونم جمعیت 20 هزار نفری در جلوی سازمان ملل داد میزدن یا حسین میر حسین، هیچ وقت مغرور نشد، هیچ وقت نیومد بگه من رهبر فردی ام جایگاه ویژه برای خودش قائل بشه و گفت من در کنار مردمم. و این هم نظر من یک امتیازی است که ایشون. بحث مفصلی هست، در بخش دوم برنامه 24 امشب هم بهش میپردازیم. فعلا ممنونم از شما علی افشاری، تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که بعد از 12 سال تیرگی روابط کشورش با مصر به قاهره رفته، گفته کمک رسانی به غزه یکی از مهمترین اولویت‌های این کشوره. بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری ترکیه، قرار اردوغان و همتای مصریش عبدالفتاح سیسی درباره تنش‌های اسرائیل و فلسطین، آخرین تحولات لیبی و گسترش روابط دوجانبه تجاری گفتگو کنند. آقای اردوغان قرار از گذرگاه مرزی رفح هم بازدید کنه. اردوغان در حالی به مصر رفته که پیشتر بارها با الفاظی مثل مستبد غیر منتخب او را خطاب قرار داده بود و مصر هم در مقابل ترکیه را به حمایت مالی از تروریست ها متهم می‌کرد. غزه آکان کانن دورماسی için به همکاری و همبستگی با برادران مصریمون برای توقف خونریزی در غزه ادامه میدیم. در این مدت ما آماده همکاری با مصر برای بهبود غزه و بازسازیش هستیم. این فرصت را داشتیم که مسائل لیبی، سودان و سومالی را ارزیابی کنیم. ما از وحدت، همبستگی، تمامیت ارضی و صلح این سه کشور برادر حمایت کامل می‌کنیم. هرگز نمی‌خواهیم درگیری، تنش یا بحران را در آفریقا، خاورمیانه یا سایر نقاط منطقه ببینیم. با این هدف مصمم هستیم که تماس‌هامون را با مصر در هر سطحی برای برقراری صلح و ثبات در منطقه افزایش بدیم. ما یک تاریخ و فرهنگ متقابل در هم تنیده با مصر داریم که قدمتش بیش از 1000 ساله. با قدرتی که از این میراث ریشه دار دریافت می‌کنیم، در تلاشیم تا روابط ترکیه و مصر را به سطحی که سزاوارش هستند افزایش بدهیم. می‌بینیم که همان اراده قوی در طرف مصری هم وجود داره. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی از دانشگاه ویرجینیا تک اینجا در استودیو با ماست. دو طرف خب خیلی نقش مهمی بازی میکنن در منطقه، به خصوص الان در بحران غزه، و یک بی‌اعتمادی هایی هم وجود داره به خصوص سر بحث اخوان المسلمین که مصری ها خیلی بهش حساس هستن، ترک ها که کم و بیش باشون همراه هستن. چقدر فکر میکنید که این سفر میتونه مقدمه یک تحولی بشه در منطقه؟ بسیار. این سفر ادامه تغییر سیاست ترکیه است، چون که میدونیم ترکیه یک دکترینی داشت به عنوان بلو هوملند، ماوی وطن، یعنی وطن آبی که بخوام ترجمه فارسیشو بگم. این استراتژیش این بود که کاملا در مقابل یونان و در مقابل مصر با لیبی، با حکومتی که ترکیه قبولش داره با لیبی، قراردادهای تجاری ببنده در شرق دریای مدیترانه. و این استراتژی که جلو برده بود اردوغان باعث شد که دقیقاً در مقابل اردوغان مصر و یونان و اسرائیل و حتی حکومت خودگردان فلسطین و اردن بیان یه پروژه گازی رو در شرق مدیترانه و یک مؤسسه رو اونجا تأسیس کنه، یه سازمان رو، و حتی اروپا و آمریکا اعضای این مؤسسه به عنوان یک ناظران دائمی هستن. این فشارها باعث شد که کاملا اون سیاست همون ماوی
ناتان یا بلو هوملند ترکیه تغییر کرد، یعنی اون شیفت سیاسی اونجا صورت گرفت و اینجا باعث شد که اردوغان بیاد به طرف عربستان سعودی. وقتی هم که اومد به طرف عربستان و مصر، اومد تلویزیونای اخوان مسلمی رو بس، تلویزیونی که 8 سال در ترکیه بود، یا بعضی از اعضای اخوان مسلمی رو مجبور کرد که از ترکیه خارج بشه و اون سیاستی رو که دنبال کرد به خواست عربستان، به خواست مصر، اینجا امروز یواش یواش نتیجه رو داریم می‌بینیم. خب می‌دونیم قطر هم اینجا نقش بازی کرده در نزدیک کردن مصر به ترکیه، در همون جام جهانی بود که هم سیسی هم اردوغان اونجا در قطر همدیگر رو دیدن و اینجا اون نقشی که بازی کرد قطر باعث شده الان داره راه‌ها باز میشه. الان برای مصری هم که خب الان سوال اینجاست که با اون قرارداد گازی که ما در موردش صحبت می‌کنیم بین مصر و اسرائیل و اون کشورها هست و حتی عربستان هم داره کمک می‌کنه اون قرارداد و اون سازمان‌ها، الان اردوغان داره برمیگرده، تا چه حدی میتونه تغییر پیدا کنه روابط تجاری؟ روی کارت‌های عملگرایانه تر هست تا ایدئولوژیک، اینطور نیست؟ یعنی مثلا 10 سال پیش که بحث اخوان مسلمی خیلی جدی تر بود، خیلی متفاوته با فضایی که الان شما ترسیم میکنید که بیشتر رنگ و بوی تجاری داره. 100% به خاطر اینکه وقتی برمیگردیم به سابقه روابط تجاری بین مصر و ترکیه نگاه میکنیم، 2005 یه قرارداد تجاری داشتن که در 2007 اجرا شد، نزدیک 5 بیلیون دلار قرارداد تجاری بود بین این دو کشور و این قطع روابط دیپلماتیک ضرری که به اقتصاد ترکیه رسوند باعث شده که الان ترکیه برگشته. حتی وقتی که مثلا در مورد پروژه دریای مدیترانه صحبت می‌کنیم، اونجا هم برخلاف ایدئولوژی اسلامی، ایدئولوژی کمالیست اردوغان بود که چنین پروژه دریایی رو اجرا کنه. یعنی وقتی در مورد سیاست خارجی و سیاستی که اردوغان اجرا می‌کنه، نمی‌تونیم بگیم که مثل جمهوری اسلامی میگه خب این سیاست منه و تا 44 دهه رو اون سیاست ثابته. هر وقت که لازم باشه تغییر میده سیاستش. مثلا همین اردوغانی که الان تو مصر 2019 گفت من به هیچ عنوان، یعنی خیلی محکم گفت من به هیچ عنوان حاضر نیستم با سیسی بشینم و الان میبینیم بله این فرصت رو پیدا کرده. حالا الان که در مورد موضوع غزه هم پیش اومده که ترکیه با اینکه از جهان عرب بعد از بهار عربی و حمایتی که از اخوان مسلمین کرده بود بیرون رانده شد و نتونست خودش رو جایگزین عربستان بکنه، من همیشه بس کردم شکست ترکیه و ایران بوده در خاورمیانه، الان ترکیه غزه رو به عنوان یک فرصتی میبینه که خودش رو به عنوان یک میانجیگر یا کشوری که بتونه یک صلحی رو به خاطر روابطی که داره چه با آمریکا، فشاری که در آمریکا وارد کرده، بخواد اینجا نقش بازی کنه، بخواد حمایتی که از حماس داشته. یعنی ترکیه که خارج از جهان عرب و خاورمیانه هست، داره به عنوان یک کشور غیر عربی، غیر منطقه‌ای میخواد وارد بشه و نقشش رو دوباره باز کنه. برای همین هم هست به نظر من الان دوباره فرصت. حالا چیزی که الان بحث هست اینه که از نظر امنیتی مثلا پهپادهای ترکیه، مثلا پهپاد بایراکتار، پرچم‌دار که الان خیلی مشهور هستن، الان در مورد صحبت میشه که مصر بخواد از این پهپادهای بایراکتار هم از ترکیه بخره. یعنی بیشتر با اون به نظر من جنبه اقتصادی و امنیتیه که داره به مصر نزدیک میشه تا جنبه اینکه کمک کنه به آتش بس غزه، به خاطر اینکه مصر و قطر نقش خودشون دارن بازی میکنن و کشورها برای آینده غزه به نظر من کشورهای عربی خودشون رقابت دارن کدومشون در غزه بعد از حماس میخوان نقش بازی کنن. راپورتی که در مورد رقابت عربستان و قطر و مصر وجود داره میخوان خب دیگه جایی برای ترکیه نمیمونه، مخصوصا که این کشورها وقتی میخوان در آینده غزه تصمیم بگیرن نظر اقتصاد و ساخت و ساز غزه میخوان تصمیم بگیرن که قدرت اقتصادی ترکیه و مشکلات داخلی خودش اون اجازه رو به اردوغان نمیده که اون نقش رو بازی کنه. ممنونم از شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی از دانشگاه ویرجینیا تک. ممنون. وزارت خارجه آمریکا گفته گزارش علیه اسرائیل درباره آسیب به غیر نظامیان توسط این کشور رو با دقت بررسی میکنه. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته کاخ سفید به دنبال انجام یک ارزیابی جامع از گزارش‌ها درباره آسیب به غیر نظامیان از سوی کشورهای استفاده کننده از سلاح‌ها و تجهیزات دفاعی ارائه شده توسط آمریکا در جهان. ما به دنبال ارزیابی کامل گزارش‌های آسیب به غیرنظامیان توسط کسانی که به طور مجاز سلاح‌های آمریکایی را دریافت کردند تحت دستورالعمل واکنش به حوادث منجر به آسیب به غیرنظامیان هستیم. نمی‌تونیم در مورد جزئیات بررسی‌هایی که داره انجام میشه اظهار نظر کنیم، اما همونطور که قبلاً گفتیم در حال بررسی حوادث در درگیری فعلی با توجه به روند تعیین شده در این دستورالعمل هستیم. این فرایند به عنوان یک مکانیسم پاسخ سریع عمل نمی‌کنه. در عوض این طرح برای ارزیابی سیستماتیک حوادث آسیب به غیر نظامیان و پاسخ‌های سیاسی مناسب برای کاهش خطر وقوع چنین حوادثی در آینده و هدایت شرکا به انجام عملیات نظامی مطابق با قوانین بین‌المللی بشردوستانه طراحی شده.
همکارم مرضی حسینی از وزارت خارجه با ماست. مرضی، بخشی از صحبت‌های متیو میلر رو شنیدیم، دیگه چه میگن مقامات وزارت خارجه در مورد گزارش در مورد اسرائیل؟ فرداد، مشخصا آنچه که میلر بهش اشاره کرد به طور کلی یک راهنمود کلی هست که اینجا وزارت امور خارجه آمریکا و پنتاگون رو ملزم میکنه که روند استفاده از تسلیحات آمریکایی رو در کشورهای دریافت کننده استفاده کنن در چهارچوب مسائل بشردوستانه. حالا به طور مشخص این طرح عملا توسط بایدن باعث شده بود که اسرائیل از این طرح مستثنا بشه، با در نظر داشته اینکه بعد از حمله حماس آمریکا می‌خواست خیلی سریع تجهیزات و تسلیحات خودش رو به اسرائیل ارسال بکنه. این کار انجام نشده. حالا از هفته گذشته طبق چیزی که گزارش‌هایی که رسانه‌های آمریکا بهش پرداختن، بایدن طرحی رو امضا کرده که بر اون اساس این نهادهای آمریکایی رو ملزم به بررسی این روندها می‌کنه. مشخصاً میلر اشاره نکرد که این تحقیقات از کی آغاز شده و چه جزئیاتی داره، اما رویترز گزارش داده که حداقل 50 کیس در حال بررسی هست و وال استریت ژورنال میگه که دو تا از این کیس‌ها در واقع جدی‌ترین‌ها هستن. اولین مورد حمله‌ای هست که در 31 اکتبر به در واقع اردوگاه پناهندگان جبالیا منجر به کشته شدن 125 نفر شد. گفته میشه در این حمله از یک بمبی استفاده شده به وزن حداقل 2000 پوند که احتمال میره توسط آمریکا در اختیار اسرائیل قرار گرفته باشه. و دومین موردی که در حال بررسی هست، مسئله استفاده از ماده شیمیایی در جنوب لبنان هست که در همین ماه اکتبر گویا استفاده شده. گفته میشه که این ماده شیمیایی قدرت و توان اشتعال تا درجه 2800 درجه سانتیگراد رو داره و در صورت تماس با پوست انسان حتی استخوان‌های انسان رو هم آب میکنه. به همین دلیل استفاده اون حتی گفته میشه تا در واقع مرزهای جنایت جنگی خطاب میشه و در همین لحظه کیس اون توسط شکایتی که توسط لبنان به سازمان ملل متحد شده در حال بررسی هست. اما فراتر از جزئیات این طرح‌ها میلر اشاره نکرد که عملاً چه پیامدهایی خواهد داشت، چرا که اساساً این طرح دو مشکل عمده‌ای که در این لحظه داره این هست که جدا از چارچوب بررسی مسائل مربوط به جنایت جنگی در وزارت خارجه است، یعنی که مشخص نیست به فرض که چنین ادعاهایی ثابت بشن پیامدهای اون برای اسرائیل چه خواهد بود و آیا ارسال تسلیحات نظامی به اسرائیل قطع خواهد شد یا خیر. و دومین موردی که هم در خصوص بررسی این روند وجود داره این هست که مشخصاً از نظر زمانی میلر اشاره نکرد که آیا قرار هست چه وضعی تمام بشه و تاکید کرد که این در یک مکانیزم طولانی مدت هست و پیامد و نتیجه اون قرار نیست به زودی حداقل اعمال بشه. ممنونم از همکارم مرضی حسینی از وزارت خارجه آمریکا همینجا در واشنگتن دی سی. مایک گالاگر رئیس کمیته چین در مجلس نمایندگان آمریکا قرار هفته بعد به همراه گروهی از قانونگذاران به تایپه سفر کنه تا از لای جینته در آستانه مراسم تحلیفش به عنوان رئیس جمهوری جدید تایوان حمایت کنه. این سفر در حالی انجام میشه که رئیس جمهوری چین آقای لای جینته رو فردی جدای طلب و خطرناک خونده و به آمریکا هشدار داده از هر گونه تعامل رسمی با تایوان و مداخله در امورش خودداری کنه. در همین باره گفتگویی داشتم با دنیس وایلدر، مقام سابق ارشد اطلاعاتی آمریکا، و ازش پرسیدم با توجه به تنش‌ها در اوکراین و غزه تا چه اندازه آمریکا و متحدانش از یک جنگ بالقوه بین چین و تایوان حمایت می‌کنند. اول از همه فکر میکنم احتمال جنگ در آینده نزدیک بسیار پایینه، چون چینی ها در حال حاضر نگرانی های زیادی از نظر اقتصادی دارن. اونها در سیستم دفاعی خودشون هم مشکلاتی دارن. به تازگی وزیر دفاعشون عوض شده. بسیاری از اعضای تیم نیروهای موشکی استراتژیک توسط رهبر چین جایگزین شدن، احتمالاً به خاطر فساد. بنابراین فکر میکنم در حال حاضر وضعیت پایداره. با این حال رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ویلیام برنز گفته ما اطلاعاتی داریم که نشون میده شی جینگ پین به نیروهای نظامی خودش گفته که تا سال 2027 آماده باشن تا در صورت لزوم به تایوان حمله کنن. سال 2027 پایان سومین دوره ریاست جمهوری شی جینگ پینگه و نگرانی هایی وجود داره که ممکنه اون از سوی سیاستمداران حزب کمونیست تحت فشار باشه که مسئله تایوان رو حل و فصل کنه. چینی ها در مورد این مسئله برای مدت زیادی صبر کردن، اما اگر احساس کنن هیچ شانسی برای اتحاد مسالمت آمیز با تایوان وجود نداره، فکر میکنم که اونا تصمیم میگیرن از راه حل نظامی استفاده کنن. آمریکا در تلاش برای ایجاد قدرت بازدارندگی با متحدان خودش، با ناوگان آمریکا و توانایی های نظامی، برای اینکه میخواد شی جینگ پین رو متقاعد کنه که به تایوان حمله نکنه. اما این وضعیتی که باید از نزدیک تحت نظر گرفته بشه. شی جینگ پین یه رهبر خشنه.
اون در دریای چین جنوبی علیه برخی از همسایه خودش رفتار خصمانه نشون داده. بنابراین باید هوشیار باشیم. از طرفی اقتصاد چین هم در اقتصاد جهانی ادغام شده. چین الان بزرگترین کشور تجاری جهانه که با 120 کشور معامله اقتصادی داره. آمریکا قبلا این نقش رو ایفا میکرد. بنابراین در صورت حمله به تایوان هزینه اقتصادی سنگینی برای چین به وجود میاد و فکر میکنم این باید بخشی از محاسبات اونها باشه. جالبه که مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی سال گذشته شرایط تایوان رو به صورت جامع با یک بازی جنگی شبیه سازی کرد. اونچه که اونها در اون بازی جنگی بهش دست پیدا کردن این بود که آمریکا و متحدانش احتمالاً در صورت حمله چین به تایوان پیروز میشن، اما جزیره تایوان ویران میشه. هیچ نیروی هوایی یا نیروی دریایی در تایوان باقی نمیمونه. آمریکا دو گروه جنگی حامل هواپیما رو از دست میده. هزاران تلفات در طول 3 هفته نبرد خواهیم داشت. و بنابراین یکی از سوالاتی که باید از خودمون بپرسیم اینه که آیا افکار عمومی آمریکا حاضر به پرداخت چنین هزینه‌ای هستن؟ ما در هیچ جنگ بزرگی بهایی به این بزرگی نپرداختیم. شما میتونید عدم تمایل بایدن برای اعزام نیروهای زمینی به اوکراین رو ببینید. بنابراین تصمیم یک رئیس جمهور آمریکایی برای مقابله با چینی‌ها تصمیم بسیار دشوار خواهد. از طرفی هم مفهومی وجود داره به نام همزیستی ناراحت کننده. ما برای بقیه قرن 21 با چین رقابت میکنیم. ما بزرگترین اقتصادیم. اونا دومین اقتصاد بزرگ دنیان. هیچ کس در این سطح در جهان رقابت نکرده. هندی‌ها در حال پیشرفتن، اما هنوز راه درازی در پیش دارن. چین و آمریکا در زمینه‌های فناوری‌های نوظهور، هوش مصنوعی، تکنولوژی کوانتوم، توانمندی‌های نظامی و تجاری در یک رقابت تنگاتنگن. نوعی رقابت که جهان هرگز قبلا ندیده. در واقع نمی‌دونیم این رقابت به کجا ختم میشه. ما هنوز نمی‌دونیم هوش مصنوعی چه تأثیری بر توانمندی‌ها و گزینه‌های نظامی می‌ذاره. بنابراین ایالات متحده و چین در یک نبرد برای برتری در عرصه جهانی با هم در حال رقابتند. سوال اینه که نظم جهانی چه شکلی میشه؟ تنها چیزی که روشنه اینه که کدوم یک از کشورهای آمریکا یا چین رهبری شکل‌دهی نظم جهانی در قرن 21 رو به دست می‌گیرن. در ادامه از آقای والدر پرسیدم با توجه به نقش مهم چینی‌ها در خاورمیانه و موقعیت استراتژیک دریای سرخ برای چینی‌ها، فکر می‌کنه اونها از نفوذشون با ایران و حوثی‌ها برای حل مناقشات منطقه استفاده کنن؟ چینی‌ها میخوان نظم جدید جهانی رو تشکیل بدن و بخشی از این شکل‌دهی مجدد نظم جهانی ارتباط برقرار کردن با کشورهای در حال توسعه خاورمیانه است. چین در خاورمیانه یه فرصت رو دیده. آمریکا از عراق و افغانستان عقب نشینی کرده. ما در آمریکا به یک فرسودگی سیاسی در خاورمیانه رسیدیم. فکر می‌کنم این فرصتی بوده که چینی‌ها دیدن، هم از نظر تجاری و هم سیاسی. اونها رابطه خدشه‌دار شده آمریکا با عربستان سعودی در مورد مسائل حقوق بشر رو دیدن. اونها از این موضوع سوء استفاده کردند. همینطور از انزوای ایران هم. مسلماً نفت برای چینی‌ها مسئله مهمیه. اونها حجم زیادی نفت از عربستان ایران وارد می‌کنن. بنابراین فکر می‌کنم برای چینی‌ها این روابط جدید در خاورمیانه خیلی مهمه. اونها یه استراتژی کلی رو دنبال می‌کنن، اینکه نظم جهانی رو از اون چیزی که آمریکا می‌خواد تغییر بدن. از نظر چینی‌ها مشکلات در دریای سرخ رو آمریکا ایجاد کرده. اسرائیلی‌ها با نگرششون نسبت به مسئله فلسطین مشکل ایجاد کردن. آمریکا با کمک به اسرائیل در موضعش در قبال فلسطین مشکل ایجاد کرده. بنابراین هنگامی که در دریای سرخ مشکلاتی وجود داره، چین به اون نگاه میکنه و میگه این مشکل شماست، مشکل ما نیست. و یکی از کارهایی که چینی‌ها برای بهره برداری از این وضعیت انجام میدن ایجاد توافق با حوثی‌هاست که حوثی‌ها به کشتی‌های چینی حمله نکنن. کشتی‌های چینی وقت عبور از دریای سرخ به حوثی‌ها اطلاع میدن که چینی‌ان و نباید به اونها شلیک بشه. تا به حال این اتفاق نیفتاده. جالبه که حضور برخی از شرکت‌های کوچکتر چینی، شرکت‌های حمل و نقل دریایی، واقعاً افزایش پیدا کرده. از 15% حمل و نقل دریایی سال گذشته به حدود 30% از حمل و نقل از طریق دریای سرخ حالا با کشتی‌های چینی انجام میشه. شرکت‌های بزرگتر چینی مثل کاسکو این خطر رو نمی‌پذیرن، اما برخی از شرکت‌های چینی از این وضعیت به نفع خودشون استفاده می‌کنن.
آمریکا ظاهرا تلاش کرده از چین برای کاهش تنش استفاده کنه. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی در ژانویه در تایلند با وانگ یی که تصمیم گیرنده اصلی سیاست خارجی چین ملاقات کرده و ازش کمک خواسته. فکر میکنم چینی ها برای انجام کاری برای آمریکا بسیار محتاطن. دوباره میگم اونها این مشکل رو مشکل ما میدونن، نه مشکل خودشون. این برای اقتصاد جهانی هم مشکل سازه و یکی از چیزایی که سعی کردیم به چینی ها تلقین کنیم، مسئولیت اونها به عنوان یک زینف بین المللی، به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ جهان امروز. و در مورد این موضوع با اونها صحبت کردیم که به عنوان یک قدرت بزرگ مسئولیت‌های بزرگی دارن و مسئولیت‌های فراتر از منافع خودشون. من مطمئن نیستم هنوز این رو از چینی‌ها دیده باشیم. من مطمئن نیستم نگرش چین هنوز جهانی شده باشه. فکر می‌کنم یکی از چیزهایی که از این وضعیت بیرون میاد اینه که چین هنوز یک ملت خودمحور و تا حدودی خودخواهه. اونها نمی‌خوان کشتی هاشون درگیر بشه، نمیخوان به اونها شلیک بشه. نیروی دریایی چین در جیبوتی یه پایگاه داره و اونجا مستقره. در واقع کشورهای زیادی اونجا پایگاه دارن، اما در مورد نیروی دریایی چین اونها اگر میخواستن میتونستن کمک کنن. اونها در واقع در موقعیت کمک کردن هستن، برخلاف بسیاری از کشورهایی که کشتی در منطقه ندارن اما حاضرن به نحوی به شرایط کمک کنن. اما اونها انتخاب کردن که کمکی به حل این مناقشه نکنن و از شرایط به نفع خودشون سوء استفاده کنن. این منشأ تنش بین دنیس والدر بود، مقام سابق ارشد اطلاعاتی آمریکا. وال استریت ژورنال در گزارشی نوشته که چین در راستای حرکت به سمت جایگاه یک قدرت جهانی به کارخانه کشتی سازی جهان تبدیل شده. بر اساس این گزارش چین پارسال بیش از 50% کشتی‌های تجاری جهان را تولید کرده و دفترچه سفارشات کارخانه‌های کشتی سازی این کشور برای سال آینده هم پره. سهم کره جنوبی و ژاپن از این صنعت به ترتیب حدود 30% و 10% و اروپا کمتر از 5% بوده. وال استریت ژورنال میگه آمریکا که زمانی یکی از غول‌های کشتی سازی بود، حالا در حال محو شدن از این صنعت. وال استریت ژورنال میگه صنعت کشتی سازی چین بازوی گسترش توان نیروی دریایی این کشور هم هست و پکن خودش رو برای یک جنگ طولانی آماده کرده، اما آمریکا این آمادگی رو نداره. در این گزارش آمده که در طول قرن جدید تعداد شناورهای ناوگان دریایی چین از آمریکا پیشی گرفته و پیش بینی میشه در سال 2030 این تفاوت به 2 برابر نزدیک بشه. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ماست. آقای معماریان، از سالهای پیش، از قرنها پیش، هر کسی که کنترل دریاها رو در دست داشته پیروز رقابت‌های نظامی و سیاسی هم بوده. چقدر این نگران کننده است برای آمریکایی‌ها که چین داره پیشی میگیره در صنعت کشتی سازی؟ قطعا نگران کننده هست، به خاطر همین جلسات متعددی در مراکز تصمیم گیری آمریکا در طی چند سال گذشته، به خصوص سال گذشته، وجود داشته در خصوص بررسی وضعیت کشتی سازی و صنعت کشتی سازی در آمریکا و اینکه چطوری در هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ میتونه تاثیر بذاره روی عملکرد دولت آمریکا. همونطور که شما اشاره کردین، به هر حال ایالات متحده و غرب به طور کلی یکی از کشتی سازهای بزرگ در جهان بودن که بهشون کمک کرد در ساختن امپراتوری ها، در برحال اقتصاد جهانی، شکلی به اقتصاد جهانی و قدرتی که الان دارن. ولی چین در طی سالهای گذشته به طور خاص تمرکز خیلی ویژه داشته رو بحث کشتی سازی و الان شهرک های کشتی ساز در چین وجود دارن که سالها قرارداد دارن، میلیاردها دلار قرارداد دارن و اگر کسی بخواد بهشون سفارش کشتی سازی بده بعد سالها در نوبت بمونه. اینقدر صنعت پررونقی هست و صنعت هستش که چین ازش استفاده میکنه برای اینکه بتونه ناوگان نظامی خودش رو تجهیز بکنه. و همونطور که شما اشاره بهش کردین، در طی سالهای گذشته تونسته که از ناوگان دریایی آمریکا حداقل در تعداد ناوهایی که دارن پیشی بگیره و از این جهت برای بسیاری از کسانی که نگاه میکنن به روابط آمریکا و چین و به تنش‌هایی که بین دو کشور وجود داره، این مسئله هشدار دهنده ای است، نگران کننده است. با توجه به اینکه الان در جنگ اوکراین الان ما دیدیم که چقدر نیروی دریایی میتونه که مهم باشه، کشتی‌ها میتونن مهم باشن و در رساندن مهمات و به هر حال تجهیزات نظامی ها و سرباز و اینجور چیزا کمک میکنن. و در نهایت این چشمانداز موضوع یک رویارویی نظامی بین چین و آمریکا رو یه خورده تیره میکنه برای آمریکایی‌ها، به توجه به اینکه به هر حال سهم
کشتی های جنگی میتونه که در یک چنین رویایی مهم و کلیدی باشه. اگر که مثلا واقعا کار به هم به چنین جایی کشیده بشه، اینکه صنعت کشتی سازی کشور قابلیت این داشته باشه که کشتی های مصدوم میشن اونها رو از رده خارج کنن، سریع ترمیمشون کنن، برشون گردن به میدان جنگ و اینها. اگر در مورد آمریکا فکر بکنی، خب آمریکا چنین صنعتی دیگه نداره در واقع، یعنی در این عرصه الان چین داره حدود 50% کشتی‌های تجاری جهان رو تولید می‌کنه، غرب داره 5% تولید می‌کنه، اروپا و آمریکا تقریبا صفر هستش. بنابراین چشم‌انداز چنین مواجهی هم می‌خوره تیر و تار میشه. حالا این گزارش بیشتر در مورد کشتی‌های تجاری هست، ولی اشاره کوتاهی به کشتی‌های نظامی هم می‌کنه. همچنان دست کم از نظر کشتی‌های هواپیمابر اگر بخوایم حساب بکنیم، آمریکا با فاصله زیادی دست بالا رو داره، حدود 20 هواپیمابر داره اگر اشتباه نکنم، که بالاخره همون بخشی از منعکس کننده یا پروجکشن قدرت آمریکاست در سراسر کره زمین. چقدر فکر میکنید که چینی ها هم ممکنه به سمت همین مسیر برن با توجه به اینکه همین الان 3 تا کشتی هواپیمابر دارن؟ همینطور است، از یکی از شاخص‌ها هستش، ولی مجموعه‌ای که چین در درست کرده در کشور خودش برای کشتی سازی و اینکه این کشتی سازی تجاری کاملا در خدمت کشتی سازی نظامی هست و اونو حمایت میکنه، این نگران کننده هستش. اون چیزی که الان وجود داره این هستش که چین در طی سال‌های گذشته تعداد ناوهای دریایی خودش رو افزایش داده، بزرگترین گارد ساحلی جهان رو در خودش جای داده و در مجموع قابلیت اینو داره که این مجموعه های کشتی سازی خودش رو که تجاری هستش تبدیل کنه به استفاده اون برای مصارف نظامی. از این جهت هستش که خب ما در آمریکا میبینیم که بنادری که مرتبط هستن با کشتی سازی در واقع کاملا خوابیدن، نیروی لازم کارآزموده برای چنین کاری کمتر وجود داره، عملا تنها مشتری چند تا کمپانی کشتی سازی آمریکا، تنها مشتریشون نیروی دریایی آمریکا هستش، و در مجموع اگر کار به مواجهه کشیده بشه و این مواجهه طولانی مدت باشه، نقطه ضعف بسیار قوی رو برای ایالات متحده در این زمینه ایجاد میکنه. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ما. ممنون از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از محل تیراندازی در شهر کانزاس در ایالت میزوری که 2 نفر رو هم در اون بازداشت کردن به پایان می‌بریم.